همه مردان آیت الله خامنه ای. چینش افراد در سطوح بالای حکومت جمهوری اسلامی چگونه انجام می شود؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایدو. وضعیت جمهوری اسلامی در رده‌های بالای قدرت شبیه صندلی بازی شده. منتها برعکس، به این شکل که صندلی‌ها سر جایشان هستند، اما افراد یک به یک به دلیل سن بالا و بیماری از دنیا می‌روند. با درگذشت محمود هاشمی شاهرودی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را جایگزین او کرد. در حالی که او رئیس قوه قضاییه هم هست، عضو مجلس خبرگان هم هست، از فقهای شورای نگهبان هم مشابه آقای جنتی. حالا بسیاری میگویند به زودی ممکن است ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، رئیس قوه قضاییه شود. اگر چنین شود، ریاست آستان قدس رضوی که بسیاری آن را یک امپراتوری مالی می‌دانند، به کدام یک از نزدیکان آقای خامنه ای خواهد رسید؟ در این برنامه نگاهی می‌کنیم به چینش قدرت در رده‌های بالایی حکومت ایران که حالا به نظر می‌رسد با بالا رفتن سن مسئولان مورد اعتماد آقای خامنه ای روز به روز برای او سخت‌تر می‌شود. سه میهمان داریم: مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان، محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد، و اینجا در استودیو همکارم فرانوش امیرشاهی با ماست. فرانوش، یه مقدار اول تو به ما توضیح بده که به نظر تو چقدر این تغییرات تأثیر داره در رده‌های بالای قدرت در جمهوری اسلامی؟ آیا میشه گفت که اینها تأثیر معناداری دارن؟ ببینین، این انتصابات رو که نه انتصابات اخیر، حتی انتصاباتی که در این یک دهه اخیر صورت گرفته در جمهوری اسلامی رو میشه از چند بود بررسیش کرد. اول اینکه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در طول سالهای گذشته شروع به کادرسازی و نهادسازی کرده. دامنه نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست بسیار زیاده و از این طریق تونسته که موقعیت خودش و جایگاه خودش رو تثبیت بکنه. در مرحله بعد شروع کرد به اینکه افرادی رو بر سمت‌هایی منصوب می‌کنه که این افراد بیش از این که حتی بگیم در جریان‌های سیاسی عضویت دارن، این افراد افرادی هستن که هم فکر آیت الله خامنه‌ای هستن، به اون نزدیکن. می‌تونیم موضع‌گیری‌هاشون رو در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ببینیم که کاملاً هم فکر او هستن. بعد در مرحله بعد هستش که ممکنه گروه‌های سیاسی بیان و با اونها احساس قرابت فکری بکنن یا احساس کنن که اینها منصوبان رهبرن، میتونن در جریان سیاسی خودشون اونها رو وارد بکنن و این افراد در یک جناح سیاسی بتونن تعریف بشن. ولی فراتر از این، افرادی که در سالهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی اونها رو برگزیده، افرادی هستند که سابقه سیاسی مشخصی ندارن، بعضی از اونها حتی ناشناخته هستن. مثلا انتصاباتی که داشته در نهاد رهبری در واقع نهاد، منظورم نهاد رهبری در دانشگاه ها هستش، یا اینکه سازمان تبلیغات اسلامی یا حتی سمتی که در ریاست دانشگاه امام صادق افرادی رو انتخاب کرده که اینها یا از شاگردانش هستن یا اینکه افرادی هستند که سابقه سیاسی ندارن و بیشتر همفکر و نزدیک به او هستن. آقای مهدوی آزاد، شما با این تحلیل های موافق هستید و اگر هستید فکر میکنید چرا؟ کاملا موافقم. ببینید، آقای احمد جنتی متولد 92 سالشه، آقای مکارم شیرازی 92 سالشه، آقای نوری همدانی 93 سالشه. موقعی که جنگ جهانی دوم به پایان رسیده، همون روز آقای جنتی در واقع 19 سالگیش تمام شده، آقای مکارم تمام شده. مسئله این نیست که اون زمان مثلا اینترنت نبوده یا شبکه‌های مجازی نبوده، مثلا اینکه اون زمان حتی تلویزیون هم نبوده. یک فاصله عظیمی بین روحانیون نسل اول با نسل جوان جامعه افتاد که به این سادگی هم قابل پر کردن نبود. حالا آقای خامنه‌ای داره در واقع این فاصله رو سعی میکنه پر بکنه. نشانه خیلی بزرگش هم همون چیزی که خانم امیرشاهی گفت، یعنی سگانه آقای سعدی، رستمی و محمد قومی که به جای مقامات قبلی گذاشت. یه بحث دیگه که وجود داره، نظم دوران بعد از هاشمی است. در واقع از موقعی که بعد از مرگ آقای هاشمی، آقای خامنه‌ای تلاش کرد نظم جدیدی
رو بر کشور حاکم بکنه، یک نظم تک قطبی. توی این نظم جدید یه نکته خیلی مهم این بودش که کسی در واقع معروفتر، مهمتر، با نفوذ بیشتری از آیت الله خامنه ای نباشه، او یه جورایی بتونه نقش مرحوم آقای خمینی در اوایل انقلاب رو برای هواداران جمهوری اسلامی بازی بکنه. در واقع فکر می‌کنم آخرین سنگرها مرحوم آقای هاشمی شاهرودی بود، حالا احمد جنتی، حتی ابراهیم رئیسی هم اگر جای او بیاد یه جورایی از مقامات وامدار آیت الله خامنه ای هست. بنابراین فکر کنم هدف دوم او و شاید هدف مهمتر او زمین‌سازی برای همون چیزی که قبلا هم وعده‌اش رو داده، نمیدونم امپراتوری اسلامی، تمدن اسلامی، اون دیدگاهی که برای آینده جمهوری اسلامی افق بزرگی رو ترسیم میکنه و برای جانشین خود آقای خامنه ای هم نظر داره و کشور رو قرار هست وارد یک فاز و دوران تازه‌ای بکنه. آقای جوادی، سوال راجع به خود آقای صادق لاریجانی صحبت بکنیم. آقای لاریجانی در خانواده هستن که برادران اونها، همه اونها به نوعی نقش های عمده بازی کردن در سیاست جمهوری اسلامی، اما خود او چندان چهره شناخته شده ای نبود قبل از اینکه به ریاست قوه قضاییه برسه و الان میبینیم که سال به سال مسندهای بالاتری رو به هر حال به نظر میرسه که از آن خودش میکنه. کمی در مورد او به ما بگید، چه شد که او انقدر ستارش درخشش گرفت؟ من اجازه میخوام بگم که تیم لاریجانی ها در کشور یک تیمی هن که به صورت خیلی جدی هم پوشانی دارن و همو کاور میکنن. آقای صادق لاریجانی اگرچه قبل از اون که وارد دستگاه قضایی بشه به صورت خیلی مشخصی وارد معادلات سیاسی نشده بود و یه چهره علمی تر بود، ولی کاملا از گارانتی اطلاعاتی و رانت اطلاعاتی که اردشیر برادرشون در قوه قضاییه و این برادر دیگرشون در دستگاه دیپلماسی کشور داشت و در مجلس به ویژه، از این اطلاعات کاملا برخوردار بودن و حتی اینا به نظر من کاملا همو پوشش میدن. یه اتفاق در مورد خاندان لاریجانی افتاده و اون اتفاق خیلی اتفاق جالبیه و اون اینکه همه اونهایی که در جمهوری اسلامی خودشون رو به نحوی متصل به امام و پیرو امام و تحت تاثیر اندیشه‌های امام میدونن، در یک مورد خاص کاملا از حرف امام و نظر امام عبور کردن. شاید دلیلش این بوده که تصور میکنن این سخن امام از سر شناخت کافی نبوده، شاید تصور میکنن شرایط امروز جامعه ایران و استعداد و توانایی که در این مجموعه دیده میشه رو نمیتوان به خاطر یک نظر و یک حکم به فراموشی سپرد، همونطور که مثلا حکم امام رو در مورد سلمان رشدی دیگه تقریبا تو جمهوری اسلامی کنار گذاشتن چون دیگه جز ضرورت‌های امروز جامعه ایران نیست. فرمایش امام رو درباره این که مثلا ما با آل سعود کنار نمیایم، اونا نمیدونم با آمریکا از اسرائیل بدتر، از اسرائیل از آمریکا بدتر، روسیه از هر دو تا اینا بدتر، اینا دیگه به فراموشی سپرده شد. در مورد خاندان لاریجانی به نظر من اون چی که الان خیلی خیلی باید بهش توجه داشته باشیم اینه که اینا به شدت در جامعه ایران نقش آفرینن و از لابی قدرتمندی برخوردارن و توانایی‌ها و استعدادات خودشون در هر جایی بودن به رخ دیگران کشیدن و مجاب کردن که باید با اینا تعامل بشه به جای تقابل. و فکر میکنید که خاندان لاریجانی رو میشه همه رو همراستا تصور کرد؟ یعنی قدرت بیشتر صادق لاریجانی میتونه به معنای قدرت بیشتر بقیه برادران لاریجانی هم باشه یا نه؟ تا حدودی. مثلا اون کاری که آقای احمدی نژاد شروع کرد با خانواده آقای لاریجانی و اون نزاع علنی و پرونده سازی های که علیه این مجموعه شروع کرد، اگر این همپوشانی و اتحاد مجموعه نبود شاید میتوانست در جاهایی رخنه بکنه و مشکلات رو درست بکنه براشون، ولی به نظر من این پوششی که ایجاد کردن توانست اونها رو از حجمه های این دستی مسئول نگه داره. صحیح. بحث دیگه بحث سن بالا هست که اشاره شد، آقای مهدوی آزاد بهش اشاره کردن، اما مثلا وقتی نگاه می‌کنیم آقای صادق لاریجانی که الان صحبتش کردیم 58 ساله، به نسبت خیلی حدود 34 سال میشه گفت جوان‌تر از نسل اولی ها هست. خیلی هم صحبت میشه در رسانه‌های نزدیک به آقای خامنه‌ای در مورد جوانگرایی. آیا
واقعا میشه این کاری که داره انجام میشه رو جوانگرایی نامید؟ و اگه جوانگرایی واقعا هست با چه منظوری؟ ببین خب بحث جوانگرایی که دو سالی هستش که مطرح داره میشه در ایران. حتی آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزیش هم به این نکته اشاره کرد که به دنبال جوانگرایی هستش و به دنبال اون قوانینی هم که در مجلس تصویب شد در این رابطه بود. اما در عمل وقتی نگاه میکنیم میبینیم که افرادی که به سمت‌های منسوب میشن، مثلا مثل آقای حاج علی اکبری که امام موقت جمعه تهران شده، اون خودش در دهه 50 زندگیش هست، 50 خورده فکر میکنم 56 یا 7 سال سن داره. در نتیجه اینها هم خیلی نمیتونیم ما بگیم که جوان هستند. ماجر این هستش که این افرادی هستند که به رأس هرم قدرت نزدیک هستند. مثلا آقای لاریجانی کسی هستش که در تمام سالهایی که در مسند کار بوده در قوه قضاییه یا در شورای نگهبان، مشخصا میشه گفت که زبان گویای رهبر جمهوری اسلامی بوده. هر آنچه که او فکر می‌کرده و سیاست‌هایی که او به دنبالش بوده، آقای لاریجانی پیگیری کرده. در نتیجه شخص مورد اعتمادی هست برای رأس هرم قدرت. از اون طرف می‌بینیم که اگر واقعاً به دنبال جوانگرایی هستن، از اون طرف نمی‌تونیم معنی بکنیم که چرا پس این همه افرادی معدودی هستند که به طور مکرر در سمت‌های مختلف داره ازشون استفاده میشه، مثل آقای جنتی، مثل آقای لاریجانی، افرادی که نهادها و پست‌های کلیدی مهمی رو دارن. میشونست که اینها هم تقسیم بشه بین جوانان. مسئله این هستش که موضوع عدم اعتماد وجود داره، موضوع تنگ شدن حلقه خودی‌ها در رأس هرم قدرت، و این نکته هستش که حتی میشه در نشانه‌هاش رو در صحبت‌های افراد نزدیک به رأس هرم قدرت هم دید که ابراز نگرانی میکنن نسبت به اینکه مدیری تربیت نکردند که در چارچوب تفکرات و سیاست‌های رأس هرم قدرت در ایران باشه. آقای مهدوی آزاد، وقتی راجع به رأس هرم قدرت در ایران صحبت میکنیم، همه چهره آقای خامنه‌ای یادشون میاد. اما آیا واقعا میشه گفت که اونجا همین یک نفر هست و همین یک نفر تصمیم گیرنده کلی هست، یا راجع به یک مجموعه بزرگتری صحبت میکنیم که مثلا با خارج شدن بعضی از افراد الان یگانه تر شده، رنگ یگانه تری گرفته، اما به هر حال یک عده‌ای هستند به جای یک نفر؟ ببین دقیقا یکی از دلایلی که عمدتا کارشناسان غربی میگن ایران غیر قابل پیشبینی است، خیلی وقتا جمهوری اسلامی غیر قابل پیشبینی بوده، اتفاقا همین ساختار به نوعی عجیب غریبشه. یعنی از یک طرف یک ساختار کاملا توامیت خواه، کاملا استبدادی، به نوعی دیکتاتوری است. از طرف دیگه خب با اون دیکتاتوری کلاسیکی که صدام حسین بود، نمیدونم الان خاندان کیم در کره شمالی است، تفاوت داره. آقای خامنه‌ای داره سعی میکنه، مدت هاست، حدود 2 دهه داره سعی میکنه در واقع ساختار رو ببره به اون سمتی که او تصمیم گیرنده نهایی باشه. قبل از او کسان مختلفی ایپای نقش میکردن. یکی از دلایلی که یکی پس از دیگری نیروها رو دوره حذف میکنه اتفاقا همینه. قبلش میخواست یه کاری بکنه، ناطق نوری به عنوان حراست بیت مقابلش میستاد، یه وقتی هاشمی رفسنجانی مقابلش میستاد. بخشهای مختلف قدرت منافع مختلف داشتن، منافع مالی، منافع امنیتی، نگاههای مختلف در واقع سیاسی داشتن، نگاههای مختلف ایدئولوژیک داشتن، تندروتر کندروتر بودن. دلیل مسئله دومی است که آقای خامنه‌ای سعی میکنه یه جورای بالانس قدرت هم ایجاد بکنه. یعنی شما میبینید یه مقطعی به طرفداران مصباح یزدی که همون جبهه پایداری است بسیار بسیار امتیاز میده، اونها رو به شدت تقویت میکنه که مقابل جریان هاشمی رفسنجانی بایستن، هاشمی رو بزنن زمین. همون جریان موقعی که شروع میکنه به قدرت گرفتن تو انتخابات قبلی خبرگان و همچنین انتخابات اخیر خبرگان، نامزدهای اصلیشون رد صلاحیت میشه. همون جریان موقعی که خیلی خیلی قدرتمند میشه، نامزد اصلی ریاست جمهوریشون دکتر لنکرانی که آقای مصباح یزدی میاد میگه او اصل در زمین و آسمان از او اصلحتر من کسی رو نمیشناسم، رد صلاحیت میکنه. به همین سادگی سعی میکنه بالانس قدرت ایجاد بکنه. این در واقع باعث میشه یه مقدار فهم ما رو دقیق‌تر میکنه. و نکته آخر این هستش که در واقع یه مکانیزم پاداش و جزا وجود داره، این رو هم ما نباید فراموش بکنیم. یعنی مثلا سردار نقدی که فرمانده اطلاعات نیروی انتظامی است، موقعی که محمد خاتمی اومد سر کار، پرونده کرباسچی رو تشکیل میده، شکنجه میکنه. حالا چون امروز بحث شکنجه آقای بخشی هم مطرح است، یادآوری میکنم، حتی قوه قضاییه مجبور میشه او رو به چند ماه زندان محکوم بکنه. آقای خامنه‌ای چون خوشش میاد به او پاداش میده، او رو میکنه فرمانده بسیج. و
فرمانده بعد از او، فرمانده بعد از بسیج کیه؟ کسی است که در واقع فرمانده بسیج شیراز در اوج قدرت جریان فراکسیون امید در مجلس، اون در واقع ماجرا رو سر علی مطهری در شیراز ایجاد میکنه. همین الان صادق لاریجانی به وضوح واضح هست که در واقع جایزه وقایع 88 و زندان 88 رو داره میگیره. برای من این سه تا مکانیزم، یعنی گرایش های مختلف اهداف مختلف و نهایتا این سیستم جزا و پاداش که یه مقدارم شانسی هست، باعث شکل‌دهی این ساختار بی سابقه و بی همتا در ایران شده. آقای جوادی یسار، بحث آقای رئیسی مطرح شده به عنوان جایگزین آقای لاریجانی، در حد حدس و گمان هست اما به هر حال در موردش صحبت میشه، حتی تا حدی که از سخنگوی قوه قضاییه هم در این باره سوال شده در جلسه با روزنامه نگاران. به نظر شما چقدر این میتونه گزینه واقعا نزدیک با واقعیت باشه با توجه به چینشی که در قدرت در ایران شاهدش هستیم؟ و بعد اگر اینطور بشه، آیا به نظر شما میاد که چه کسی ممکن است جانشین آقای رئیسی بشه، یا ممکن است آقای رئیسی هم مثل همون اتفاقی که در بقیه موارد افتاده چند شغله بشن؟ اجازه به من میدید که من درباره اون موضوع قبلی یه دقیقه صحبت حتما کنم؟ حتما. ببینید، در بحث جوانگرایی که ما ازش داریم حرف میزنیم، جوانگرایی نسبت به سن رنج 85 به بالا، رسیدن به سن 50 و 55 سال یک تحوله از اون منظر وقتی نگاه میکنیم. و یک مطلب دیگر هم من به شما عرض بکنم، با اون این که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز، آقای سید علی خامنه ای روشنفکر دیروزی است که در حوزه های علمیه او رو مورد شماتت قرار میدادن به خاطر افکار و اندیشه هایی که نزدیک بود به افکار و اندیشه های شریعتی و عبدو و غیره. درست. و بنابراین خیلی 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 جالب است که به این سابقه توجه داشته باشیم. امروز آقای رهبر هر تلاشی بکند در جهت نشان دادن نزدیکی خودش به روش های سنتی و حوزه و به روش های قدیمی مرجعیت در ایران، تازه در جهت بالانس کردن خودشه، چون اون طرف ماجرا آقای خامنه ای روشنفکره از نگاه فقهای سنتی. درست. و بحث بعدی به نظر من خیلی باز مورد توجه است، و اون این که خاندان لاریجانی در مجموع تم روشنفکریشون از تم سنتیشون خیلی قوی تره. یعنی حتی همین آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مباحث فقهی و نظری خیلی روشنفکر از مباحث یعنی دیگر معتقدان به مباحث فقهی و نظری داره حرف میزنه. لذا اینا رو وقتی با هم دیگه کنار هم میچینیم و نگاه میکنیم، من فکر میکنم با توجه به همون بحثی که آقای مهدوی آزاد اشاره کردن که رهبری واقعا میخواد خودشو در بین دیگر آراء و نظرات در یک مرتبه ای قرار بده که اونا با سمع قبول به سخنانشون گوش بدن، به این مسئله هم باید توجه داشته باشیم که دیگر مراجع سنتی و یا شخصیت‌های سنتی حوزه‌های علمیه یا قوه قضاییه، اون جایی که در برابر رهبری کوتاه آمدن و کم داشتن دست پایین رو گرفتن، اون غلبه بچه مدیریتی و سیاسی رهبر انقلاب بوده. والا در حوزه‌های نظری و فقهی ممکنه ایرادات داشته باشن یا اشکالات داشته باشن، ولی در این مورد همه اتفاق نظر داشتن که ایشون آدم توانایی است یا ایشون آدم مدیری است. حالا بگذاریم، ولی بحث اصلا فرای نگاه نظری، بحث در واقع عملکرد این آقایون هست. مثلا آقای صادق لاریجانی در قوه قضاییه ممکن هست، حالا شما بفرمایید که در بحث فقهی آدم پیشروی ممکن هست باشه یا نگاه روشن فکرانه تری به نسبت بعضی از علمای سنتی داشته باشه، اما در عمل کرده او چنین چیزی دست کم دیده نمیشه از نگاه بیشتر کسانی که ناظر هستن، به خصوص فعالان حقوق بشر. بسیار هم خوبه. این اتفاقات وقتی به آقای لاریجانی متوجه آقای لاریجانی میشه، قبل از اینکه متوجه ایشان بشه متوجه کل نظامه. یعنی شما در نظر بگیرید از منظر یک معتقد به جمهوری اسلامی که واقعه 88 رو یک فتنه میدانست، اگر هر کسی دیگه هم جای آقای لاریجانی می بود، اون وقت نمی در مقام رئیس دستگاه قضایی نمی اومد وایست در برابر نظام و بگه که جفا داریم میکنیم، ظلم داریم میکنیم. او حداقل کاری که میتوانست بکنه اینه که فروکش کنه، یعنی فروکش بده به این فشارها یا کاستی بده به این فشارها. چنین اتفاقی افتاده به نظر شما؟
حالا افتادن نیافتادن شو من خیلی الان نمیخوام قضاوت کنم، بس من اینه که ممکن بود کسی دیگه اگر باشه همینم هم نبود. مثلا میگم اگر کسی دیگه می بود که یک مقداری فرض بگیریم آقای مصباح یزدی می بود و میتونیم بگیم اون وقت باز همین بود؟ نه، به نظر من خیلی باز بدتر بود. بنابراین باید ببینیم که تو چه منظومه ای داریم تفسیر میکنیم. حالا در مورد آقای رئیسی که اگر ایشان رئیس قوه قضاییه بشوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در دو منظر، اول اینکه اگر این اتفاق بیفته در ادامه همان جوانگرایی معتقدانه به منظومه ذهنی و زبانی آقای رهبر ترجمه خواهد شد و تفسیر خواهد شد. یعنی ایشان در حقیقت جزء معتقدان و ملتزمان نظری و عملی رهبری هستند و اون منظومه ذهنی و زبانی و فقهی رو قبول دارن و رهبری ایشان رو کاملا قبول دارن و الان هم که در اینجا تولیت آستان قدس رضوی رو دارن منصوب رهبری هستند و کاملا منطبق با آرا و نظرات رهبری عمل میکنن. بله. در آینده اگر ایشان تشریف ببرن به قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه بشن، ادامه همین رفتار رو در قوه قضاییه هم خواهند داشت، الا اینکه ایشان تفاوتشون با بقیه رؤسای قوا وقتی به قوه قضاییه آمدن این است که یه سابقه عملیاتی اجرایی از قوه قضاییه تو دستشونه. بله. آقای لبنانی اینو نداشتن، آقای شاهرودی نداشتن، دیگران هم اینو نداشتن، ولی ایشان دارن این سابقه رو و به نظر من خالی و ذهن وارد دستگاه قضا نخواهند شد. بله. با کاملا با اشراف و با تسلط به موضوعات مطروح در قوه قضاییه و چالش های موجود در قوه قضاییه، اون جایی که دادستانی ها مشکل دارن، بله، روحانیت مشکل داره، اون جاها رو به نظر من با اشراف بیشتر بهش ورود خواهد کرد. اما در مورد خراسان اگر که ایشون تشریف ببرن، خب قطعا تمایل به این که در از دوستان نزدیک به رهبری در اینجا افراد حضور داشته باشن، چه در خراسان چه در کشور که تشریف دارن اینجا، گزینه های زیادی مطرحن. ولی در یک سالی که یک سال خورده ای که آقای رئیسی اینجا تشریف آوردن و شروع کردن به کار، با اون در حقیقت سازوکار یا برنامه اجرایی که رهبری براشون نوشته بودن، حتما کسی دیگه هم بیان حتما سازوکار جدید و یا برنامه عملیاتی براشون ارائه خواهد شد. کما اینکه مثلا توی سازوکار ایشون این بود که به مردم نزدیک بشید، خدمات به مردم بدید، فقرا رو دستگیری کنید. این کارا در این یک سال گذشته زیاد شده، ولی امیدوارم که فردی که میاد توانایی رو داشته باشه که بتونه دستگاه عریض و طویل آستان قدس رو که واقعا با 50% زندگی مردم مشهد دخیله، واقعا بتونه مدیریت کنه. من میخوام دو سوال بپرسم از دو نفر شما و میخوام خیلی کوتاه جواب بدی. اول میخوام از تو فرانوش در مورد تأثیر این تحولات در تصمیمات و نگاه مجمع تشخیص بپرسم، اگه کوتاه بگی. ببینیم، به هر حال مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از این نقش عمده‌تری خواهد داشت، به دلیل اینکه اولا اختیاراتش بیشتر شده با تغییری که در تعریف اختیاراتش رهبر جمهوری اسلامی ایجاد کرد برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام. یعنی به نوعی این نهاد اومده جای نهادهای بالادستر مجلس و دولت قرار گرفته و عملکرد مجلس و دولت رو سخت‌تر کرده. مصوبات اونها باید بره اول شورای نگهبان و بعد مجمع تشخیص. دست مجمع تشخیص و شورای نگهبان رو بازتر کرده از یک طرف. از طرف دیگه به هر حال مجمع تشخیص مصلحت مکانی هستش که باید شورای رهبری رو تشکیل بده بعد از رهبر جمهوری اسلامی و حتی بحث تغییر قانون اساسی که به هر حال بحثی هستش که از طرف خود رهبر جمهوری اسلامی چندین بار مطرح شده، هم در حوزه اختیارات مجمع تشخیص هستش و بعد از این به هر حال وزنه اون چه که عمل خواهد کرد در دور آینده بیشتر خواهد شد. یک نکته دیگه هم خیلی کوتاه اشاره بکنم فقط در مورد انتصابات رهبر و اون بحث زنان هستش. اگر شما در انتصابات 20
20 سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی رو بیش از 70 انتصاب داشته بررسی کنین، حدود 80 انتصاب داشته بررسی کنین، زنان هیچ نقشی در هیچ عرصه‌ای ندارن و این نشان دهنده تفکری هستش که در حاکمیت وجود داره و به تبع اون نهادهای زیر دست او. آقای مهدوی آزاد، شما ده یک دقیقه لطف کنید به من نظرتون رو بگین در مورد همین قضیه، آینده رهبری و بحث اینکه این تحولات چه تأثیری روی اون میگذاره. البته من بگم اون ساختار جزا و پاداش که گفتم کار میکنه ممکن هست باعث بشه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نشه، اون آقای محمد جعفر منتظری در واقع به عنوان رئیس انتخاب بشه یا حتی نفر سومی. ببینید سال 1384 نیروهای اصلاح طلب داخل قدرت یه برنامه‌ای داشتن به نام مثلث جیم، مبدی بر این که در لحظه صفر مرگ آقای خامنه‌ای ما بتونیم در انتخاب رهبر بعدی ایفای نقش بکنیم. تحولات دو سال اخیر دیگه آخرینش در واقع انتصاب آقای شاهرودی تیر خلاص بود به این پروژه، در واقع پروژه رهبری آینده ظاهرا بسیار آسان شده برای اون طرف. دو تا خانواده قدرتمند ظاهرا تا این لحظه میتونن رقابت بکنن، خانواده رئیسی علم الهدا و خانواده لاریجانی ها، کسی دیگری نقش نداره. سایر تحولات از جمله اینکه وضعیت مجمع تشخیص چه خواهد شد یا غیره تاثیر چندانی نداره، اینا همه زیر چتر علی خامنه ایست. آقای خامنه ای هر کاری بخواد میکنه، به بقیه هم یه میدان بازی بسیار محدودی میده. تاثیر بزرگی بر سرنوشت کشور یا وضعیت فعلی نخواهد داشت. ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد و آقای جوادی اسار و همینطور همکارم فرنوش امیرشاهی اینجا در استودیو با ما، و ممنونم از شما که با این صفحه دو با ما همراه شدید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت ما bbcpersian.com/صفحه 2 در دسترس شماست. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید، لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو میتونید بشنوید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2، میتونید مشترک پادکست این برنامه بشید. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. میتونید نظراتتون رو در اونجا برای ما بنویسید. برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.